9 ماه انتظار و تولدی که از همون روزهای نخست با استراب فراوان همراه بود. روز ششمش بود که شیر نمیخورد. تشنج کرده بود و 23 روز بچه دیگه تو کما بود. نوزادانی که علائم بسیار پیچیده ی بیماریشون کار تشخیص و درمان رو سخت کرده بود. زیاد گریه میکرد و حالت ناله داشتن بیشتر. بعد رنگ صورتش به حالت رو به کبودی بود. بعد دکتر گفتن احتمالاً عفونت داره. نگرانی که در نهایت با انجام یک آزمایش ساده در طرح غربالگری متابولیک نوزادی به موقع تشخیص و فرایند درمان آغاز میشه. بیماری متابولیک بیماری های متنوعی هستن با علائم بسیار بسیار پیچیده و خیلی راحت میتونه با بیماری دیگه اشتباه گرفته بشه و چون خیلی از این بیماری پیشرونده هستن، پس تشخیص به موقع خیلی میتونیم کمک بکنیم به درمان این کودکان. طرح غربالگری متابولیک نوزادی از 6 سال پیش در مازندران آغاز شد تا با تشخیص به هنگام بیماری ها روند درمان سرعت پیدا کنه. حداقل 20 بیماری در بین بیماری متابولیک تو این برنامه غربالگری متابولیک نوزادی بررسی میشه، تشخیص داده میشه. بیماری هایی که اگر به موقع شناسایی نشند به مرور با علائم دیگه ای کودکان رو درگیر میکنند. این بیماری متابولیک وقتی شعله ور بشه مثل سیله، مغز بچه رو اذیت میکنه، قلبش و کبدش رو. بیماری که با ناهنجاریه اسکلتی و فیس، صورت و مایشه ها تو هم خواهد بود. طرحی که همراه با طرح مرسوم غربالگری نوزادان بسیار ساده و با هزینه کمی در مراکز بهداشت انجام میشه. نوزاد که دنیا آمد از روز سوم تا هفتم مراجعه میکنن به مرکز بهداشت. نمونه ها گرفته میشه، یک قطره خون از پاشنه پا، هزینش خیلی کمه، زیر 200,000 تومانه. نتیجه اجرای طرح غربالگری متابولیک نوزادی فقط در یک مورد آمار بالای نوزادان مبتلا به بیماری شربت افرا در شهرستان بابل بود. شایع‌ترین بیماری ما بیماری شربت شیر افرا هست که 1 به 3100 هست. آمار دنیا چقدر؟ 1 به 186,000. یعنی بیماری شربت افرا در شهرستان ما 60 برابر بالاتر از آمار دنیا هست. 5 مرکز پیشرفته در کشور که 2 مرکز اون در ساری و بابل مستقر هستند، آزمایش‌های مربوط به طرح غربالگری متابولیک نوزادان رو تحلیل و بررسی می‌کنه. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، بیمارستان فوق تخصصی شفیع زاده امیرکلا. متشکرم آقای دکتر. خیلی متشکرم که زحمت کشیدید.